با نرگس هورخش از استانبول خبرنگارمان همراه هستیم نرگس از واکنش ها در ترکیه به این اقدام دانشجوی علوم و تحقیقات به ما بگو زنان ترک به اعتراضات زنان ایران چگونه نگاه میکنند خب این اتفاق اتفاقی است که بگونه جهانی واکنش های خودش را داشته و اینجا در همسایگی ایران هم زنان با دقت کامل به این رویداد توجه کردن در رسانه های اجتماعی و رسانه های این کشور میتوانیم ببینیم که این خبر میان مردم و به ویژه فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان دست به دست میشه در بسیاری از موارد ما میتونیم حیام های حمایتی از سوی زنان ترک و زنان ایران و به ویژه این دانشجویی که حالا با این وضعیت روبرو هست در جمهوری اسلامی قرار گرفته و بسیاری ها در مورد این رویداد نوشتن و همزاد پنداری کردن با وضعیتی که زنان ایران در حال حاضر دست و پنجه نرم میکنن یکی از بزرگترین واکنش هایی که میشه گفت از فعالان حقوق بشر و زنان ترک دید الیف شافاق است که نویسنده معروف ترک بریتانیایی است در صفحه انستاگرام خودش تصویری از آهو دریایی منتشر کرده و این اقدام اعتراضی را ازش ستایش کرده و گفته که زنان ایران نمادی از روح زیبا مقاوم و سرکش هستند و در حال با تصویر آهو دریایی برخورده که به گونه اتفاقی شیری از فروغ فراختاد میخوانده و او به این موضوع اشاره میکنه که امروز او به زنان ایرانی فکر میکنه به زنان اوکراین، سودان و افغانستان که در پی خشونت ها و جنگ بیشترین آسیب را متحمل میشن در کنار این ما واکنش های را از فدراسیون ها و اتحادیه های زنان در ترکیه داریم مثلا اتحادیه زنان ترکیه که از بزرگترین نهادهایی که برای حقوق زنان در ترکیه کار میکنه تصویری منتشر کرده از این رویداد و حمایت و همراهی خودشان را در کنار زنان زنان ایران ابراز کردن و گفتن که زنان ترکیه هم خودشان را در این رنجی که زنان ایران میبینند شریک میدانند و حمایت خواهند کرد در کنار این پلتفرم کامپوس که یکی از نهادها یا پلتفرم هایی است که برای زنان و دختران در دانشگاه ها فعالیت میکنه هم پیامی با نوشته های زبان ترکی منتشر کرده و عکسی از آهو دریایی و گفته که در برابر رژیم هایی که زنان و بدن آنها را مورد ظلم قرار میده همچنان مبارزه خواهند کرد و در کنار زنان ایران خواهند ایستاد. متشکرم نرگس همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما.